به نام یاد خداوند بزرگ و مهربان و سلام بر شما محصلین عزیز عالی‌قدر. امیدوارم که صحتمند و تندرست باشید و دروس خیش را با برنامه و طبق پالیسی پیش ببرید. در ادامه دروس قبل مبحثی داریم، تولید امواج الکترومغناطیسی، که امواج الکترومغناطیسی که بیشتر ما خوندیم در بخش، اگه یاد شما عزیزان باشد، در بخش انتقال حرارت بود، شامل چند موج بودند امواج الکترومغناطیسی. و حال اینجا یک اشاره کوتاهی داریم که امواج الکترومغناطیسی چگونه تولید میشه. هر وقت که یک جسم گرم می شود، یعنی یک مقدار حرارت می گیرد که درجه حرارت بالا می رود و گرم می شود، در اثر گرفتن حرارت که جسم می گیرد و گرم می شود، سبب این می شود که مولکول های او جسم اهتزاز آنها افزایش یابد، یعنی سریعتر اهتزاز کند، که در نتیجه باعث انتقال الکترون ها از جسم سبب میشه که از افزایش اهتزاز مولکول ها از الکترون ها از یک مدار به مدار دیگر انتقال پیدا کنه. و زمانی که این الکترون ها انتقال پیدا می کند، دوباره در هنگام بازگشت الکترون که انتقال یافته بود، پس دوباره هنگامی که به مدار اصلی خود دوباره در جایگاه اصلی خود برمیگردد، یک مقدار انرژی آزاد میشه، که از سبب این مقدار انرژی آزاد شده امواج الکترومغناطیسی تولید میگردد. خب، و مبحث دیگری داریم، کاهش لزوجیت مایع، یعنی چسبندگی مایع. لزوجیت در مایعات چگونه پایین می آید، یعنی چگونه کاهش پیدا می کند، کم می شود در مایعات، که است به دلیل اینکه در بین قشرهای مختلف، یعنی در قسمتهای مختلف مایعات اصطکاک های وجود دارد، و از سبب اصطکاک ها هنگامی که حرکت قشرهای مختلف نسبت به یکدیگر و این قشرهای مختلف لزوجیت های مختلفی دارا می باشد. بنابراین حرارت این اثر، یعنی لزوجیت کم منه و در بین قشرهای مختلف، که در نتیجه باعث می شود تا مایع لزوجیت کمتری داشته باشد. زمانی که لزوجیت بین قشرهای مایع کم شود، پس در کل در بین خود مایع هم لزوجیت پایین میاد. و به صورت کل ما گفته می توانیم که با افزایش درجه حرارت لزوجیت مایعات پایین میاد، یعنی افزایش درجه حرارت باعث تنخیز لزوجیت مایعات می شود. هرچی که حرارت در مایعات زیادتر شود، یعنی جسم گرمتر شود، حرارت آن بالا رود، از طرف دیگر برعکس لزوجیت مایعات، چسبندگی مایعات پایین میاد. یعنی در کل ما میتونیم بگیم که بین لزوجیت مایعات و درجه حرارت مایعات رابطه معکوسی دارد. اگر درجه حرارت بالا رود، لزوجیت پایین میاد، و برعکس اگر درجه حرارت پایین بیاید، لزوجیت دوباره پس چی؟ افزایش پیدا میکنه، بالا میرود. خب، ما در این ادامه میگیم که اثرات حرارتی شعاع در بدن چی هسته؟ شعاعی که از امواج الکترومغناطیسی در بدن میتابد چی تأثیرات دارد و تأثیرات منفی آن چی میباشد؟ خب، میدونیم که با استفاده از امواج الکترومغناطیسی
همچنان در تداوی در قسمت ها زیاد کاربرد دارد. به علاوه کاربرد آن در بخش طبابت، این امواج نکات منفی هم به بار میارد، یعنی بعضی ضررها و اثرات منفی هم در بدن میگذارد. میگیم که امواج الکترومغناطیسی که قبلا گفتیم از انرژی آزاد شده الکترون در جسم تولید میشد، این امواج الکترومغناطیسی دارای طول‌های مختلف و طول‌های موج‌های بلند و پایین دارا میباشد که ما میگیم اگر اینجا گفته شده که اگر طول موج‌های امواج الکترومغناطیسی از 7700 گرفته تا 4 میلیون یا 4 × 10^10 به توان 6 باشد، یعنی طول‌های آنها متفاوت است، میتونه که امواج الکترومغناطیسی هر چند که جسم داغ باشه از او جسم عبور کند. تابش این گونه شعاع که دارای طول‌های 7700 تا 4 × 10^6 یا همون 4 میلیون در بدن اثرات مختلف دارد و از امواج الکترومغناطیسی ما میتونیم به خصوص شعاع مادون قرمز که یکی از امواج الکترومغناطیسی است نام بود که پس از جذب تولید حرارت می کند، یعنی هنگامی که شعاع مادون قرمز جذب بدن شود در همه قسمت ها باعث از این میشه که حرارت تولید کند. حالی گفته میشه که هر قدر به هر مقداری که حرارت بیشتر گردد طول موج شعاعات امواج الکترومغناطیسی که منتشر میشه کوتاه‌تر است، یعنی هرچه که حرارت زیاد برد طول موج شعاعات منتشر شده آنها کوتاه میباشد و تابش این گونه ها در بدن اثرات مختلف دارد که ما گفتیم به خصوص شعاع مادون قرمز که پس از او که جذب بدن یا جذب جسم میشد داخل جسم یا بدن حرارت تولید میکند. منابع مختلف تولید شعاع از قبیل آفتاب، گاز، زغال، منابع برقی و غیره می باشد. هنگامی که اشعه مادون قرمز در قسمتی از بدن جذب می شود، یعنی شامل بدن می شود، در آن ناحیه حرارت تولید می کند، یعنی در ناحیه ای که در قسمتی از بدن که تابیده جذب شده در همون قسمت حرارت تولید می کند که سبب بالا رفتن درجه حرارت همو قسمت می گردد که گرم می شود و از طرف دیگر نظر به طول موج که طول موج کوتاه یا بلندش باشد در قسمت های مختلف تحت جلد نفوذ هم می کند، طوری که اگر طول موج اشعه های مادون قرمز بزرگ باشد به وسیله قسمت های سطحی بدن یعنی اپیدرم جذب می گردد، در صورتی که طول موج آنها بزرگ باشد. و منابعی که شعاع مرئی و ماورای بنفش تولید می نماید در هنگام جذب باعث فعل و انفعالات کیمیایی در بدن می گردد و اثرات تحریک کننده ای دارد. تابش هر گونه منابع تولید شعاع، یعنی هر گونه منبعی که داشته باشیم تولید شعاع می کند و منجر به تولید حرارت می شود. اشعاعها در انساج سطحی گردیده که سپس با اگر طول موج کوتاه باشد به انساج عمیق نیز انتقال پیدا می نماید و خطراتی که از اثر تابش این اشعاعات امواج بر بدن انسان وارد می گردند عبارتند از کانگرین، سردردی و غیره که در ادامه خواهیم خواند. این اثرات از اثر تابش اشعاعات بر بدن انسان می باشد که خود کانگرین چی هست. میگیم کانگرین گفته
یک خطری است که از امواج مادن قرمز در قسمت هایی که ضایعات خونرسانی شریانی وجود دارد در از قسمت ها این خطر به وجود می آید که مشابه به خطرهایی که از دیاترمی امواج کوتاه حاصل می شود و به وجود می آید. کنگرین هم خطراتی دارد در قسمت هایی که ضایعات خونرسانی شریانی هست و این خطر کانگرین مشابه به خطرات حاصلی که از دیاترمی موج کوتاه به وجود میاد. دیگه اثری که هست از اینه که سردردی در بدن انسان میتواند، بعضی اوقات سردردی در انسان پیدا میشه که به تعقیب یعنی پس از اینکه تابش شعاع مادون قرمز وقتی که انسان به بدن آن میتابد، اگر تعرق صورت نگرفته باشد، یعنی عرق نکرده باشد مریض، و یا اینکه در صورت انجام درمان در هنگامی که درمان صورت میگیرد در هوای گرم باشد، محیط گرم باشد، سردردی به وجود میآید که به منظور بالا بردن تعرق به مریضان مقدار زیاد مایعات نشانده می شود، یعنی مایعات زیادی باید بخورد، و در هنگامی که هوا خیلی گرم باشد بهتره که، یعنی چون که هوای محیط اگر گرم باشد به صورت اتومات درجه حرارت بدن انسان هم بالا می رود نسبت به، یعنی از محیط حرارت به بدن انسان انتقال پیدا می کند و سبب بالا رفتن درجه حرارت بدن انسان می شود که پیشتر خواندیم با شما این بحث. حال می گیم که اگر محیط که گرم باشد درمان، یعنی تا حد زیادی اگر گرم باشد نباید که تداوی توسط اشعه مادون قرمز صورت گیرد، باید متوقف گردد. تابش ناحیه پشت سر، اگر تابش اشعه به ناحیه پشت سر باشد نیز ممکن است که باعث سردردی گردد و باید این قسمت به وسیله یک سایبان، یعنی یک وسیله که بتونه سایه کنه، محافظت شود. و در ادامه دیگر اثری که ما میگیم ضعف و سستی در بدن مریض به وجود باید که ادامه تابش مادون قرمز همراه با سقوط فشار خونه، یعنی اگر حرارت بالا برود در بدن، از طرف دیگر برعکس فشار خون پایین میاد که بیشتر هم ما در قوانین سگانه خونده بودیم، قوانین گازات، که حرارت زیاد شود فشار پایین میاد، که در یک قسمت کاربرد از قانون ها همی دقیقا همی چیز ما میبینیم که حرارت بالا رود فشار خون پایین میامد. حالی هم میگه اگر تابش همراه با سقوط فشار خون میباشه، ادامه تابش که ممکن است به یک سستی ناشی از کمخونی مغز منجر گردد، یعنی در صورتی که فشار سقوط کنه فشار خون در بدن از اثر ادامه تابش یا اینکه حرارت زیاد میشود، ممکنه که کمخونی مغزی منجر گردد که خون در قسمت ها نرسد. که این حالت به خصوص هنگامی که مریض پس از یک مدت طولانی از وضعیت خمیدگی ناگهان استفاده می شود به وجود می آید، این سستی و ضعیفی. و دیگه آسیب به چشمان که این شعاعات به چشما هم آسیب می رزند، گفته که تابش اشعه مادون قرمز ممکنه، یعنی شاید سبب ازی شود که زمینه برای ایجاد آب مروارید مساعد کند، یعنی امکان داره، یعنی حالی که چقدر تابش در بدن باشد و امکان آن شاید این کار صورت بگیره که ایجاد مریضی آب مروارید در چشم ها شود. و
دیگه اثرات فیزیولوژیکی حرارت، همانطوری که در بخش تأثیرات حرارتی شما تذکر داده شد که در اثرات در قسمت های بیشتر گفتیم که یعنی اشعاعات اثرات منفی داشت، تذکر داده شد در قسمتی، حالا همچنان میگیم که در قسمت از بدن که اشعاع میتابد و اشعاع جذب انساج میگردد که دوباره سبب تولید حرارت میکند و تابش از هر گونه منابعی که باشد، یعنی منابعی که پیشتر ما گفتیم آفتاب و زغال و گاز و غیره، حال فرق ندارد، تابش از هر گونه منابعی که باشد منجر به تولید حرارت در انساج سطحی بدن می شود. زمانی که جذب بدن شد و وارد انساج شد، دوباره تابش سبب میشه که تولید حرارت در انساج سطحی بدن شود و از طریق های مختلف به انساج عمیق‌تر بدن انتقال می‌یابد که خود آنها دوباره باعث اثرات زل می‌شود. یعنی وقتی که تولید حرارت در انساج می‌شود و از طریق های مختلف به انساج عمیق‌تر انتقال پیدا می‌کند، سبب افزایش متابولیسم، اثر روی اعصاب، اثر برای انساج عضلاتی، خراب شدن انساج و افزایش عمومی درجه حرارت می شود. خب افزایش متابولیسم میگیم که هر تغییر کیمیایی که حرارت باعث، یعنی خود حرارت باعث تسریع آن گردد، یعنی تغییر کیمیایی زیادتر شود، با بالا رفتن درجه حرارت، یعنی هرچه حرارت زیاد می شود تغییر کیمیایی سرعت بیشتر می شود و افزایش متابولیسم، احتیاج بیشتر به اکسیژن و مواد افزایش متابولیسم، احتیاج بیشتر به اکسیژن و مواد غذایی و بالا رفتن میزان دفع مواد اضافی شامل متابولیست ها می شود. و اثر روی اعصاب که هست، به نظر می رسد که حرارت نرمال، یعنی حرارت که به صورت نرمال باشد، سبب اضطراب نمی شود و یک اثر تسکینی روی نهایت اعصاب حسی دارد و در صورت شدید دارای اثر تحریکی می باشد، یعنی اگر حرارت زیاد شود باعث اثر تحریکی می باشد که این اثر تحریکی بیشتر مربوط به منبع حرارتی یا تابش، که منبع حرارتی یا تابش چی باشد. و اثر بالای انساج عضلاتی، افزایش درجه حرارت، یعنی درجه حرارت هرچی که بالا برود زیاد شود به استراحت عضله کمک کرده و فعالیت آن را افزایش می دهد، یعنی درجه حرارت بالا برود به استراحت عضله کمک می کند و از طرف دیگر فعالیت آن را زیاد می کند. رشته های عضلاتی با سرعت بیشتر انقباض و انبساط پیدا می کند از اثر چی؟ درجه حرارت زیاد. و استراحت انتاگونیست، یعنی انتاگونیست یا عضلاتی که مخالف یکدیگر کار می کند، استراحت ای انتاگونیست امکان فعالیت آزانه تر را به عضلات اولیه می دهد. خب تا اینجا درس جلسه به اتمام میرسد. امیدوارم که موفق و معید باشید. در جلسه بعدی انشالله با شما خواهیم بود.